کنم. آهنگ بسیار کیف کرد و حتما بینندگان عزیزم تصدیق میکنن آهنگ زیبا بود که بعد از این آهنگ های شاد انتخاب میکنیم. بله، اگر شما موافق باشین، من نمیفهم شما خاطرات از احمد زاهد دارین یا ندارین، یا قصه جالب وجود داشته باشه، ولی اگه اجازه شما باشه فقط دو سه خاطره کوچک از احمد زاهد میخوایم خدمت شما عرض کنم. بفرمایید. ما میخوایم قصه از کجا آغاز بکنم که ما صف 6 مکتب بودم که در مکتب ما آمادگی گرفته شد به خاطر از اینکه باید ما کنسرت رو آماده کنیم به خاطر تجلیل از روز مادر. بله. و از بین متعلمین مکتب انتخاب کردن و در این جمله مرا انتخاب کردن که تو هم میتونی که در بین کسایی که در روی استیج باید هنرنمایی کنن آواز بخوانن بخوانن. اولین آهنگی بود از احمد زاهد که ما اونجا خواندم که او آهنگ اگر به حافظین بیای حتما میگم برای شما، ولی در غیر از او چرا او رو برتان میگم؟ به خاطر که او آهنگ که ما در اونجا اجرا کردم این دیگه کارمند از این نمیفهمیدیم. این شما در خواندن هم دسترسی دارین؟ بله، این آهنگی بود که ما خوانده بودم، میگه که بی وفا یارم، همی آهنگ بود که من اجرا کردم و اولین آخرین آهنگی بود که اجرا کردم بعد از اومدیم به سیاست. ولی قصه دیگه که ما به شما خانم ولی عزیز میخواییم بگوییم که باز بان از با میره ادامه دادین یا نه چطور؟ نه نه نه، هیچ وقت ادامه ندادیم، هیچ وقت نخوندیم و چون صدای ما برای آهنگ و آواز خانی هیچ وقت بلکه برای سیاست آمده بود و استعداد ما را هم کشتن، نگذاشتن که آواز بخوانیم. وقتی که در زمان داود خان که ما بسیار کودک بودیم و نوجوان بودیم و همراه فامیل برای جشن که از طرف دولت وقت گرفته میشد میرفتیم در منطقه جشن، یک از شبها ما رفتیم مهمان بودیم که برادر ما خدا بیامرزش در جان که فیران وفات کردن روحشان شاد، اونا تشکر مسئول امنیتی کمپ وزارت دفاع بودن. خب اونجا رفتیم برای شنیدن کمپ وزارت دفاع که امونی میخواند، بالاخره یک زمینه مساعد شد و واسطه کردن و زمینه رو مساعد کردن که برین در کمپ وزارت مالی، یک احمد زاهر میخوانه و در اونجا در کمپ وزارت مالی رفتن و داخل شدن بسیار کار دشوار بود. خب زمینه رو مساعد کردن از طریق امنیتی، ما هم رفتیم. وقتی که اونجا ما رفتم که یک آدم در روی استیج میخوانه، یک دریشی در جانش هست، نکتایام زده و یک دایره زنگی در دستش هست و در یکی اطرافش ترومپ نواز می هست، یکی گیتار، یکی جاز می نوازه و گفتن امی احمد زاهر است. و فقط باعث مثل یک خواب بردگی واره بیادم است که ایده بالا میخوان و دخترها بچه‌هایی که در پایین بودن همه مستانه کف میزدن، همه مستانه از استقبال میکنن، یعنی محبوبیت احمد زاهر نشان میده. و چیز سیمه که من به شما یاد میکنم که در روز همی 24 جوزای 1358 روز مرگ احمد زاهر، ما نوبت داشتم به سلمانی که باید موهای اسلام میکردم و لحظه که سلمان نوبت ما بود موهای اسلام میکرد، عقب ما قرار داشت و در دست سلمان یک شانه بود و یک دانم قیچی کردوش آینی بود. وقت من فهم شما حتما به سلمانی مردانه سر نزده بدین، ولی در سلمانی مردانه قیچی و شانه آینی بود، هر دوش از پلاستیک استفاده نمی کردن، قیچی رو بخصوص. و اخبار فکر میکنم 4 یا 5 دیگر بود که شروع شد. در این اخبار 4 یا 5 دیگر اولین خبرش همی بود که گفت که با تاسف هنرمند دلها احمد زاهر در حادثه ترافیکی در سالنگ کشته شد. همین گپه که گفت امی سلمانی که پشت سر ما بود، هم قیچی و هم امو شانه که دستش بود به زمین خورد و شروع کرد به گریه کردن و طرف ما دو خود گفت که متاسف هستم دیگه نمیتونم، فردا بیا 24 ساعت بعد آمدیم. ولی چرا رو برتون یاد کردم؟ برای اینکه در هنرمند بود که همه مردم همه مردم از سلمان گرفته تا بساز تا کسبکار تا سیاستمدار تا همه و همه احمد زاهر دوست داشتن و احمد زاهر برشان جاودانه بود. ما فکر میکنیم پیش از اینکه در بخش دیگه میریم خانم، ولی باز دارین موسیقی از احمد زاهر یا ای که میریم؟ من فکر میکنم که یک آمادگی برای فیلم مستند احمد زاهر است، امیر هم میخوانیم، باز میریم به سراغ موسیقی دلنشین از احمد زاهر. بله چون نمیتونه آمادگی برای فیلم مستند از احمد زاهر. بله. این اولین بار است که یگانه دختر این هنرمند فقید
ابتکار را به همکاری بنیاد فیروزکو آغاز کرده تا زندگی پدرش را مستندسازی کند. پدر که شهرت و محبوبیت هنریش مرزهای افغانستان را شکست. شبنم ظاهر در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که کار پروژه مستندسازی پدرش را پس از دریافت کمک مالی در خزان 2017 عملا آغاز کرده است و تا 2 سال آینده به اکمال خواهد رسید. خانم شبنم ظاهر که از دوران کودکی همواره نبود پدر رنجش داده، در مورد مرگ پدرش گفت: روز که تولد شدم در همان روز پدرم وفات کرد. خانم شبنم ظاهر میگوید بسیاری ها گفتند که پدرم عاشق مردمش، خانوادهش، شعر و موسیقی بود. بله. غذا را زیاد خوش داشت و شوخ طبع بود. او میگوید کمبود پدر همیشه او را وا داشته است تا رابطه خود با پدرش را دریابد و گوش دادن به آهنگ‌های احمد ظاهر تا اندازه زیاد رابطه‌اش را با پدرش برقرار کرده است. ادامه را اگه شما بخونین. بله، خانم ظاهر میگوید که همین عاطفه و رابطه فرزند با پدر در نهایت او را ترغیب کرد تا پروژه مستندسازی احمد ظاهر آغاز کند تا بدانند که پدرش واقعا کی بود. کار بسیار ارزنده. امیدوار هستم، ما اطلاعات نداریم که فیلم در کجا رسیده و آغاز. بله. آیا با چی رقم؟ امیدوار هستم که در برنامه بعدی ما بتونیم موارد معلومات داشته باشیم و بر بیننده. بله، به گفته خانم شبنم ظاهر فیلم مستند در مورد مردی هست که در جستجوی عدالت بود، تابوها را شکست و مردمش را به مفهوم واقعی دوست داشت. فیلم مستند احمد ظاهر فقید به گفته خانم شبنم ظاهر در برگیرنده نوارهای ویدئویی خواهد بود که تا حال نشر نشده است. مصاحبه با دوستان احمد ظاهر و صحنه‌های هنری بخش از این مستند خواهد بود. شبنم ظاهر که حالا مادر 3 کودک است میگوید که محبت شوهرش با کودکانش به او اسری را میدهد که داشتن رابطه میان فرزند و پدر چقدر واقعی است. رابطه ای که او از روز تولد تا حال از آن محروم بوده است. آرزو داریم برای شبنم ظاهر که این فیلم مستند از زودتر ترتیب بدن و برای برنامه های تلویزیونی و برای برنامه ما هم ارسال کنند که ما بیننده خود هم با بیننده های خود هم شریک بسازیم. بله، ما فقط یک چیز میخواییم اصلاح بکنیم که از احمد ظاهر تا به حال 430 آهنگ در ثبت کردن در اختیار ما قرار گرفته. بله. از آرشیفی که وجود داشته که 14 کست از نو از افغان موزیک هست و 5 موزیک از موزیک سنتر است و 3 از آریانا موزیک است و همچنان 98 آهنگ در رادیوی وقت افغانستان اینا ثبت کردن. واقعا شکر. و اما طور که گفتیم احمد ظاهر در روز تولدش روز مرگش است و در 33 سالگی وفات کرد و 33 کست یا 33 آلبوم هنری خود پیشکش کرد. و جالبتر همی کمی پیشتر شما خواندین از شبنم دخترش، این هم در روز مرگش تولد میشه که 7 ماه وجود داشت. یعنی که روز مرگ و تولد و روز تولد دختر در یک روز بسیار حوادثای بسیار ناگوار و جالب یک جا آمده. جالب همی که میگه 33 آلبوم هنری داره و 33 سال عمر کرد. عمر کرد. در 24 جوزا تولد شد، 24 جوزا وفات کرد. و دختری که هیچ وقت پدر خود ندید در روز تولد شد که تا این روز پدر متاسفانه پدرش از پیش گرفتن. و ای که احمد ظاهر چگونه کشته شد همچنان داستان دیگه هست که حتما یک از برنامه خود پرداختیم. ولی برنامه ما در مورد احمد ظاهر اگر ما وقت کافی می داشتیم شاید هم ساعت‌ها طول می‌کشید. بله. ولی با معذرت که ما وقت برنامه کم است، به همین جا اکتفا می‌کنیم. یک آهنگ شاد احمد ظاهر باز هم می‌بینیم و اگر شما گفتنی نداشته باشین، ما هم حرفای آخر خود با بینندگان محترم شریک می‌کنم. خب ما حرف ما همین است که ما فکر می‌کنم در افغانستان دیگه مادر پیدا نخواهد شد که طفل به دنیا بیاره که او مثل احمد ظاهر چنین درخشش داشته باشه. احمد ظاهر هنرمندی هست که با وجود که 40 سال است با ما نیست، ولی هر آهنگش و هر موزیکی که با او نواخته شده و صدایش هنوزم گوشار نوازش میده و قلبها را آرامش میبخشه. بله. روحی هنرمند عزیز ما شاد، روحشان بله. شاد باد و حال میشنویم. برای ختم برنامه یک آهنگ از احمد ظاهر ما را همراهی بکنین بیندگان عزیز.
امیدوار هستم که حوصله کرده باشین ما را و تا اینجا همراه بوده باشین. ویژه برنامه احمد زایر به همینجا پایان یافت. تا برنامه های بعدی تشکر.